بله سلام و ورکشاپ امروز ما خوش آمدین ورکشاپ امروز پروژه سیف IRC سی درباره انشورنس های مختلف است که چقدر انشورنس ها را امروز ما ای کنجانی دیم در ورکشاپ امروز و سر بعض از انشورنس هایی که ما دیگه ورکشاپ موندیم سرش بحث خواد کردیم درباره بیمه صحی فامیدیم خواندیم حالا در مورد بیمه موتر میخوانیم بیمه موتر بسیار یک بیمه مروج است در امریکا که اکثریت استیتا باید بیمه داشته باشه موتر تا بتانیم موتر را درایف کنیم و کسایی که یادآور شام کسایی که در ورکشاپ موتر ما بودن ورکشاپ ما تره گرفتن عموما زیادتر موضوعات در ورکشاپ گنجانیده شده راجع به انواع و اقسام انشورنس ها راجع به اسناد راجع به همه چیز ها خب دی در ورکشاپ ما یک کمک مرور به همه انشورنس ها انواعش کردیم که از جمله انشورنس موتر است. انشورنس موتر چی است و چی چیزا را تحت پوشش خود قرار میده؟ وقتی که شما اینشورنس موتر داشته باشین طبعا در یک تصادف وقتی که شما تصادف میکنین یا یک نفر شما را میزنه درست است یا شما یک نفر را میزنه یا یکی شما را میزنه اینشورنس که داشته باشین طبعا خرج و مسارف امو تصادف شما را کور میکنه یا تحت پوشش قرار میتوه یا مسارف که مربوط دوا و داکتر شوه یک نفر دیگر شما زدین طبعا تحت پوشش قرار میده وقتی شما انشورنس موتر میگیرین باید انشورنس کفرج خود حتما بخوانین که چی چیزا تحت پوشش قرار میگیره چون بعض وقت بعض کسا هسته که فول انشورنس نمیگیره یا بیمه که مکمل باشه نمیگیره ترجیح میدن که بعض چیزا را از بیمه خود او طرف کنن به خاطر که بیمه شان یک کمک چی باشه مصرفش پایین با باشه مصرف ماهانش از خاطر باید همیشه کبرج خود ورقا و اسناد خود بخوانین که انشورنس شما چی چیزا تحت پوشش خود قرار میدن آه، یک انشورنس عموما از چندین بخش تشکیل شده که از او جمله لایبلیتی هست لایبلیتی و کامپرهنسیف چی هست وقتی شما یه uh, انشورنس دارین انشورنس شما طبعا لایبلیتی و کمپرهنسیف کوریج هم داره او به این ماناست وقتی که یک تصادف میشه یک نفر شما آگار میکنین دو تصادف طبعا لایبلیتی uh, خاطر که شخص که زخمی شده یا آگار شده مصارف از او میتن. و یا یک پراپرتی و یا یک جایی را که شما خراب کرده باشین توسط امی اکسیدنتتان یا تصادفتان طبعا پول از او که دوباره یا سرک اگر باشه یا کدام درخت باشه یا هر چیزی که باشه او خراب کردین پول از او میتن اونجا جور و همچنین پول از میته وقتی که موتر شما خراب میشه یا از بین میره لایبلیتی اگر داشته باشین پول موتر شما رو پوشش میکنه یا میتر مصارف موتر که دا دوباره موترتان جور کنین کوریج کولیژن چی است یا کولیژن کوریج چی وقتی وقت که در یک تصادف موتر شما خراب شده باشه و یا از بین رفته باشه مصارف ازور میته که شما موترتان دوباره بتانین جور کنین و Medical coverage چی است؟ Medical coverage به این معنی که وقتی که یک تصادف صورت میگیره تمام بلای شفاخانه و داکتر وقتی که می باشه این medical coverage بل شفاخانه و داکتر میده و تمام چیزایی که مربوط به مو اکسیدنت باشه یا تصادف باشه بلای از او را میده و یا مسارف از او تحت پوشش خود قرار میده بازم وقتی که شما یک پلان یا پالیسی رو میگیرین به خود یا یک انشورنس انتخاب میکنین باید پلان خود ببینین که در پلان شما چی چیزا تحت پوشش قرار گرفته چی چیزا نوشته است چقدر شما میپردازین چقدر خود ایک انشورنس کمپنی در اول خود پرداخت این چیزایی است که لازمیست که شما باید خودتان بدانین تا پلانتان خوانده بدانین که چی چیزا مربوط شما میشه و فول کوریج uh, uh, چی است کسایی که انشورنس موتر داره و فول کوریج داره عموما چی چیزا می باشه چی چیزا مربوطش می که لایبلیتی طبعا یک حسه از فول کوریج از کمپرهنسف کولیجن یک حسه مهمش است و دیگه medical coverage هسته و uninsured motorist هسته کسایی که با طرف مقابل چی میکنن تصادف میکنن و او طرف مقابلشان بیمه نمیداشته باشه این همه چیزها را coverage, full coverage کور cover میکنه و ده اینجا هم مثال واضح ساخته که چی چیزها هسته و وقتی که پول کاورج داشته باشین به یک تصادف اگه موترتان خراب شده باشه خودتان اوگار شده باشین کسی دیگه اوگار شده باشه پول دوا داکتر نسخه و همه چیزا را این فول کاورج به شکل مکملش کور میکنه تحت پوشش قرار میده و شما لازم نیسته آه، که آه، نگران هزی چی باشین چون تصادف خودش یک نگرانی کلان است طبعا و وقتی که اگر تصادف شوه و در صورتی که یک نفر بیمام نداشته باشه باز اون نگرانی دوچند میشه از این خاطر داشتن یک انشورنس و یا بیمه موتر بسیار زیاد لازمی است ای ضرورت داره که کورج فل داشته باشه به بیمه موتر کسایی که درایورهای نوستن اگر او فول کوریج داشته باشه بهتر خود بود بخاطر که شما نو درایور شدین و بسیاری وقت از قوانین و از بعض چیزای یک استیت خبر نمیداشته باشین مخصوصا کسایی که از یک استیت به دیگه استیت سفر میکنه هر استیت از خود که قوانین خود دارد یک استیت به طور مثال شما میتونین که دسته راست در اشاره سرخ دار بخورین اما در یک استیت نمیتونین ش... ش... سو از می خاطر وقتی که درایور نو باشین فول کورج برای شما بسیار خوب است داشتنش و یا وقتی که اگر یک موتر خریده باشین که در لیز باشه و یک موتر خریده باشین که انوز هم در قرضه یا لون باشه شما باید فول کورج داشته باشین و همچنین در صورت که شما هر روز سر کار میرین و مسافه کارتان و یا مسافه از که هر کار که دارین زیاد است از خانه تا کار و یا از کار تا خانه و یا کارهای دیگه ایم در طول روز انجام میتین و ترافیک هم بسیار زیاد می باشن. شما بهتر است که کورج فول داشته باشین و همچنین کسایی که در جایه یا در سیتای زندگی میکنن که از تحت یعنی شرایط آب و هوایش و قدر مناسب نیستن و یا ای که از نگاه سیکیوریتی جای مناسب خوب نیست بسیار دوزی و سرقت موتر وجود داره و همچنین کسایی از در جایی که زندگی میکنن که حیوانات پیش رویشان میایه. از او جمله آهو میباشه باشه یا یک حیوان دیگه میباشه. شما اگر فول داشته باشین بهتر از و همچنین فول کورش به او کسایی است که موتر خوده نمیتانه که عوض کنه یا موتر بفروشه و یا موتر اگه دوزدی شوه موتر جدید بخره چون تواناییش نداره از این خاطر فول کاورج به این خاطر خوب است که شما را کمک میکنه تا دوباره روی پای خود استاد شمه اتفال اکسیدن چی معنی میتنه؟ Uh, اکسیدنت و یا تصادف هستن که شما دو حسه دارین یا به شکل مکمل و یا یک حسه از تصادف از خاطر شما شده در صورت اطفال اکسیدنت داشتن لایبلیتی بسیار خوب است چون انشورنس لایبلیتی نظر بلمت که البته داره وقتی که انشورنس لایبلیتی داشته بود insurance داشته باشیم و لایبلیتی یک بخش از انشورنس است و کسایی که دی تصادف اوگار شدن و یا زخمی شدن و یا یک پراپرتی و یا یک ملک که سرک که او درایف میکنین سرک خراب شده باشه و یا تمامی چیزا را تحت خود قرار میده و بلا و مسارفه اونا پرداخت میکنن و یا ممکن است یک نفر شما را سو کنه در یک تصادف که مقصر خودتان باشه فالت خودتان باشه درست است ممکن است اون نفر سو کنه شما را پس این پول از سو کردن اون نفر هم کمپنی شما و انشورنس و یا بیمه که بر شما ریکوستش رایی میشه این فارمش هسته که چی هسته فرم رایی میشه فارم شما خانه پوری میکنین و دو فارم طبعا چیزایی که خساراتی که وارد شده و تمام چیزایی که به جانم مقابل وارد شده خسارات و یا از خودتان از این فرم همش گفته شده و همش ذکر شده و شما دیگه میتونین همه چیزا را به دیتیلزش یا به جزئیاتش میتونین ببینین و بخونین و چگونه میتونین که به بیمه موتر بیمه موتر خوبتر بگیرین و یا یک هم پول بتانین سیف کنین از بیمه موتر تا همیشه کمپنی های مختلفه با هم مقایسه کنین مولتی کار میگه در اونجا برین اونجا رو بر چک کنین چون مقایسه میشه همه پرایس ها و همه موضوعات اونجا مقایسه میشه در پهلوی یک دگه مانده میشه سو از اونجا میتانین که برابرداری کنین و یک قیمت خوبتر به خود پیدا کنین بندل ود رنترز انشورنس دیگه پرگرام از اونجا میتونین برین و موضوعات خوب از اونجا پیدا کنین و کسایی که کورس دفنسیف درایوینگ نگرفتن میتونین که یک کورس هست و کورس بگیرین و وقتی که سرتفیکیت از او کورس ها میگیرین و سرتفیکیت از او یک نمبر داره باز باز وقتی که شما به انشورنس اپلای میکنین اون نمبر سرتفیکیت هم میخواید در صورت که نمبر سرتیفیکیت موجود بود و شما از راستی کورس خونده بودین باز انشورنس شما را یک کمک پایین میکنه و شما میتونین خاطر که یکی از دفنسیف جرائبین کورس ها را پیدا کنین کتاب که در محلتان است میتونین کتاب خانه را برین جستجو کنین و ببینین که چی پرگرام های داره. و همچنین بعض نفرها لایبلیتی خود انتخاب نمی کنند لایبلیتی خود از پلان انشورنس خود دراب میکنن یا پس میکنن و هم می یک مقدار پول برشان سیف کنند ایده که نظر به خودتان است که خواست شما چی است و شما چی نوع انشورنس می خواهن. و کسایی که کردیت بلند دارن و یا کردیت خوب دارن بعض مواقع در گرفتن موریت خوبه پیدا میکنن انشورنس خوب میگیرن دیگه وقتی که شما میخواین که انشورنس موتر بگیرین بعض از استپس و یا قدم هایی هسته که باید مد نظر بیرین تا یک انشورنس بهتر پیدا کن اول که باید تصمیم گرفتین انشورنس موتر بگیرین در صورت که موتر دارین باید تمام موضوعات مهم شما یک جای بسازیم موضوعات مهم به این معنی که تمام تاریخچه درایوینگ تانه و تمام چیزایی که مربوط به درایوینگ میشه و چیزایی که مربوط به موتر میشه همه چیزا را مورد نظر بگیریم که موتر شما در کدام شرایط حالات قرار داده و چی نوع اینشورنس برای موتر شما خوب درخواد بود درست و بعضا باید بشناسیم که ضروریت شما چی است یا ضروریت شما از داشتن یک کبره چی است و بعض کمپنی های است که یک مبلغ بر شما میگه بعض کمپنی های است که یک مبلغ دیگر میگه و بعض پلان و پالیسی های خود بردان تشریح میکنه اما شما باید ضروریت خود بفهمین که شما چی میخواید و این باید یاد بگیرین که چگونه یک انشورنس خوب پیدا کنین که مناسب حالت شما باشه و مناسب شما باشه و کمپنی ها را میتونین با هم مقایسه کنین کمپنی های مختلف هستن که زنگ بزنین مقایسه کنین ایمیل کنین ببینین کدام کمپنی برتان ریت بهتر میده و وقتی که بهترین کمپنی را پیدا میکنین میتونین که اگر